.com مراجعه کنید. برای درک بهتر از تحولات جهان و ایران باید نگاهی هم به روزنامه یه بین‌المللی انداخت. در میان صفحات، درون ستون‌ها و لابلای خطوط میتونیم به عمق خبر پی ببریم و با تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متفاوت آشنا بشیم. در نگاه روز ما روزنامه‌های جهان را ورق می‌زنیم، براتون می‌گیم تحولات در چه زوایای جهان و با چه خبرهایی زاویه داشتن. نگاه روز با من نادر سلطان‌پور دوشنبه تا جمعه در ایران منتشر شد. گسترده‌ترین پوشش خبری، حضور در بطن هر صحنه خبری، با روایت‌های دقیق و بی‌طرف. رادیو ایران اینترنشنال، برای شما، درباره شما. به برنامه چشم‌انداز خوش آمدید. من سیما ثابت هستم. در برنامه چشم‌انداز قراره که به اخبار رویدادها نگاه عمیق‌تری داشته باشیم. تمرکز ما روی موضوعات متنوع، بحث‌های داغ و حضور مهمان‌هایی با نگاه متفاوته. کار من پرسیدن. چشم‌انداز در ایران اینترنشنال. نیروی دریایی اعلام کرد حادثه شناور کنارنگ 19 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. این گونه حوادث بی‌بدیل نیست، ولی در این سطح واقعا وحشتناکه. قیمت دلار در یک روز 450 تومان افزایش یافت. شهاب زونوری درباره سرکوب معترضان آبان گفت وزیر کشور جز اطاعت دستور رئیس جمهور کار دیگری انجام نداده. ایران اینترنشنال، برای شما، درباره شما. واکنش‌ها به انتشار فایل صوتی ظریف از ایران اینترنشنال ادامه دارد. روحانی به وزیر اطلاعات دستور بررسی داد.